آدینه 16 بهمن ماه 1394 خورشیدی برابر است با 5 فوریه 2016 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من و همکارم آقای سپهر رو بپذیرید. مهمان ارجمند برنامه امروز من آقای مهندس حسن شریعت مداری هستند که مقیم آلمان و در هامبورگ هستند. قبل از اینکه صحبتم رو با ایشون آغاز بکنم، میخواستم چند موضوع رو باتون در میون بگذارم. یکی خلاصه ای از آنچه که داره میگذره در صحنه سیاست امریکا و انتخابات پیش رو، کاکس نیو همشایر و صحبت ها و مناظره ای رو که دیشب بین خانم کلینتون و آقای برنی ساندرز صورت گرفت، صحبت های ادامه صحبت های آقای دونالد ترامپ در به اصطلاح همین گرد همایی هایی رو که به اسم تاون هال میتینگ بهش میگن در نقاط مختلف تشکیل میشه در نیو همشایر. این دفعه باز جمهوری خواهان با هم دیگه مناظره ای داشتن. راجع به تک تک اینا توضیح خواهم داد. قبل از اینکه بپردازم به توضیح در مورد این مسائل، وظیفه خودم میدونم که مانند همیشه انتشار شماره دیگری از شماره های پربار نشریه بسیار خوب و این جنگ بسیار خواندنی و پر از مطلب رهاورد و حضورتون معرفی بکنم که تصویر سرکار خانم هما پرتوی، هنرمند معروف ما، که فعالیت هاشون رو به صورت پیگیر ادامه میدن، نقاشی های بی نهایت زیبایی رو که دارن به من، امیدوارم بتونم چند تا از نقاشی های برجسته ایشون رو، سبودی ایشون رو اینجا از طریق تلویزیون نشونتون بدم، ازشون اجازه بگیرم این کار رو بکنم. فعالیت های ادبیشون و فعالیت های دیگری رو که تا امروز ادامه میدن و همچنین شرکت بسیاری از نویسندگان خوبمون، آقای سیروس آموزگار، آقای عبدالحمید اشراق، آقای محمد علی طرقی، آقای جلال خالقی مطلق، آقای دکتر تورج دریایی، خانم دکتر نسرین رحیمیه، جناب دکتر شاهین فاطمی، آقای همایون کاتوزیان، جناب ایرج پزشکزاد و هرمز حکمت و عده زیادی با واقعا تلاش و کوشش پیگیر سرکار خانم شعله شمس شهباز که اینجا مهمان برنامه بودن و امیدوارم بتونم مجددا میزبانشون باشم در این برنامه، این نشریه پربار، این فصلنامه به صورت مرتب و به موقع در واقع منتشر میشه و در اختیار، در دسترس هموطنان عزیزمون قرار میگیره. اما در رابطه با مسائل داخل امریکا، انتخابات، دیشب آقای برنی ساندرز و خانم کلینتون با هم یک مناظره آتشین داشتن، بیشتر شبیه مبارزه بود با هم دیگه تا مناظره، و به هم دیگه تاختن، ایرادهایی رو از هم گرفتن. آقای برنی ساندرز در مورد گرفتن کمک مالی از سرمایه داران و از وال استریت و کورپوریشن های امریکا توسط خانم کلینتون و اثری رو که او میذاره روی تصمیمات سیاسیش صحبت کرد. خانم کلینتون از بی تجربگی و وعده های سرخرمن در واقع آقای برنی ساندرز صحبت کرد و گفت که آقای ساندرز صحبت هایی که میکنه خیلی خوبه، خیلی زیباست، ولی اجرا و عملی شدنش مسائلی است که باید بیشتر روش دقت بشه، و مدعی شد که او کسی است که با واقعیات روبرو، سالها در سیاست بوده و مقامات بالایی رو داشته، همسر رئیس جمهور سابق آقای بیل کلینتون بوده، اون موقع تجربیات زیادی رو کسب کرده، خود او حقوقدان هست و در به عنوان سناتور خدمت کرده در امریکا و به عنوان وزیر خارجه امریکا مدتی انجام وظیفه کرده در زمان همین
آقای اوباما. به هر حال این صحبت ها ادامه داشت، ولی زیباترین صحنه ای رو که شاهد بودیم آخر کار این مناظره بود که این دو با روی باز، با روی با خنده و مهربانی با همدیگه دست دادن و حرفی رو که آقای برنی سندرز زد شاید به مزاق بسیاری خوش بیاد طرفداران دموکرات ها. او در آمد گفتش که من اون چیزی که میتونم بگم این هست که یا من یا شما خانم کلینتون هر کدوممون که از این حزب دموکرات پیش بریم و به عنوان کاندیدا از طرف حزبمون معرفی بشیم به کنگره خودمون، ما قابل مقایسه نیستیم با جمهوری خواهانی که میبینیم چه اختلافاتی بین خودشون هست و چه معرکه اونجا برقراره. بنابراین ما یک سر و گردن از اونها بالاتریم. به هر حال این صحبت هایی که کم و بیش بین اونها شد مفصل، وقت برنامه اجازه نمیده. آقای دونالد ترامپ کماف سابق مشغول فعالیت هست در گرد همایی هایی که تشکیل میشه، میاد صحبت میکنه، در مناظره ها شرکت میکنه. یک مناظره را از دست داد در آیووا و توضیحاتی داد راجبش، دی زیادی مطرح کردن که این کار او و اقدامی رو که کرد به ضررش تموم شده و نباید این کار رو میکرد، به خاطر اینکه لطمه زد عدم شرکتش در اون کاکس آیووا. ولی در نیوهمشایر فعال هست و قراره که اقدامات خودشو ادامه بده. در مورد صحبتهایی که میشه، آقای تد کروز به شدت به اسلام ستیزی ادامه میده، آقای روبیو تا حدودی، و از طرفی هم آقای دونالد ترامپ که صحبتش رو شنیدید و میدونید که چه انتقاداتی رو به وجود آورده در جامعه امریکا در مقابل صحبتی که کرده که مسلمانان رو نباید به امریکا راه داد. البته این رو یک کمی تلطیف کرد با اضافه کردن اینی که من نگفتم که برای همیشه، گفتم موقتا باید از ورود اونها به امریکا جلوگیری کرد تا بعد تکلیف تک تک کسانی که میخوان بیان به این مملکت با دقت معلوم بشه، یعنی بررسی بکنن همه چی رو و بعد اشاره بکنن به این کار. در این رابطه شاید عکس العمل بود، شاید اقدامی بود که آقای اوباما مدت ها بود میخواست انجام بده. او در مریلند در یک مسجد مسلمانان حضور به هم رساند و یک سخنرانی خیلی قرایی رو کرد راجع به این اقداماتی که بعضی از این افراد دارن میکنن و ضرری که میتونه متوجه امریکا بکنه، متوجه آزادی امریکا بکنه، متوجه قانون اساسی امریکا بکنه. و او اشاره کرد که باید این گونه اقدامات و اسلام ستیزی و دین ستیزی به طور کلی متوقف بشه. او در مورد همین اختلافاتی رو که یعنی تصوراتی رو که بین جامعه امریکا به وجود آوردن ادعی و همه مسلمانان رو با یک دید نگاه کردن بهش و همه رو تروریست و آدم خور قلم داد کردن، این رو او نمیپذیره. آقای اوباما رو هر کاری که میکنه خب به هر حال ایرادهایی رو بهش میگیرن و مملکت آزاد یکی از خصوصیاتش همینه. از آغاز رسیدن آقای اوباما به ریاست جمهوری، همین آقای دونالد ترامپ و عده زیادی شروع کردن و سعی کردن برای او پرونده هایی رو درست کنن. از جمله حالا جالبه که این نسبتی رو که با آقای اوباما دادن که مسلمان هست و او چندین و چند بار آمد و صحبت کرد و حتی کلیسایی رو که مرتب می رفته معرفی کرد، کشیشی رو که او رو می شناسه معرفی کرد که می رفته توی اون کلیسا و سعی کرد که نشون بده که مسلمان نیست، گویی که مسلمان بودن خودش یک عیب بزرگه و این از همون زمان آغاز شد متاسفانه. و عدم شناخت جامعه امریکا از مسلمانان به طور کل خودش یه مسئله است که میتونه فوق العاده به زیان
آزادی و حقوق به اصطلاح قانون اساسی و حقوق بشر در امریکا منجر بشه، صحبت هایی که آقای اوباما میکنه. 7 سال گذشت و آقای اوباما در هیچ مسجدی حضور به هم نرسوند. چرا؟ به خاطر اینکه نگران این بود به گفته تحلیلگران که مبادا مجدداً این مسئله مسلمان بودن او رو مطرح کنند. آقای دونالد ترامپ در مورد محل تولد او شروع کرد به اصطلاح انتقاد کردن و در واقع خواست ثابت بکنه که آقای اوباما زاده امریکا نیست، که اون رو هم در یک جلسه ای که معمولا آقای اوباما یا رؤسای جمهور امریکا میرن و شرکت میکنن با حضور تمام سران رسانه ها، خبرنگاران، هنرپیشه ها، و اونجا یه مجلس خیلی جالب و پر از شوخی و خنده و طنز، اونجا آقای اوباما اون به اصطلاح سند تولدش و برث سرتیفیکتش رو که بزرگ کرده بود آورد اونجا و با آقای دونالد ترامپ که اونجا حضور داشت نشون داد. دونالد ترامپ این موضوع رو در مورد تد کروز هم شروع کرده و داره در این زمینه فعالیت میکنه. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه این مبارزات به کجا می انجامه و آخرالامر چه کسی به کاخ سفید در امریکا راه پیدا خواهد کرد و سیاست آینده امریکا رو در دست خواهد می گرفت. اجازه بدید بدون فوت وقت برویم و من در مورد تمام صحبتایی که با شما کردم و صحبتای دیگه، سوالات دیگه که دارم، با مهمان ارجمند برنامه آقای مهندس حسن شریعت مداری گفتگوی خودمان شروع کنم. این شما و این گفتگوی من و آقای شریعت مداری. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه مژده دادم، امروز آقای مهندس حسن شریعت مداری با ما خواهند بود، با تشکر و سپاس قبلی از ایشون که همواره با روی باز و محبت فراوان لطف کردن و دعوت من رو پذیرفتن برای شرکت در برنامه گلگشت. صحبتم رو باشون شروع میکنم با عرض سلام و درود. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان شما و امیدوارم که یک صحبت خوبی داشته. خیلی ممنونم آقای مهندس. این روزا صحبت انتخابات در ایران گرمه، مسئله بی تفاوتی اصلاح طلبان نسبت به رد صلاحیت بسیاری از افرادی که داوطلب بودند که در انتخابات شرکت بکنند، صحبت غیر قابل پیش بینی آقای خامنه ای که در واقع به نحوی آنچه را که گفته بود تغییر داد در مورد اینکه افراد گفتن، ایشون گفتن که در انتخابات میتونن آزاد، هر کی میخواد بره میتونه بره شرکت کنه ولی نمیتونه بره تو مجلس، و این از اون حرفایی است که شاید خیلی باعث خنده و مضحکه شد در تمام محافل سیاسی و تحلیل هایی که شد. این رو به چه صورت میبینید آقای مهندس؟ آیا ممکنه که تجدید نظری بشه و تعدادی از این کسانی رو که حذف کردن راه بدن برای اینکه بتونن بیان در انتخابات شرکت بکنن به عنوان کاندیدا، و با توجه به این که میدونیم که این مجلس فقط یک نمایشی است برای صحنه های بین المللی که نشان بدن که ایران واقعا درش دموکراسی هست و این نمود دموکراسی که انتخابات هست در ایران دنبال میشه، در حالی که همواره ما میدونیم از روز اول تا به امروز این انتخابات فقط یه نمایش بوده و یک در واقع بازی سیاسی که رژیم انجام داده. چیه نظرتون؟ بله، ببینید، در این حال که در ایران انتخابات آزاد نبود ولی بین خودی ها انتخابات نسبتاً رقابتی بود، به این معنی که رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان سعی می‌کردن که ترکیب و چینشی در مجلس برقرار بشه که از همه جناح‌های داخل حکومت عده‌ای در مجلس باشه، و در این مورد سعی می‌کردن که یک نوعی توازن برقرار کنن. ولی
به تدریج به این نتیجه رسیدن که با هجوم مردم به پای صندوق‌های رأی و یا با فعال شدن جناح‌های حکومتی برای کسب آرای بیشتر مردم، این توازن ممکن است دستشون در بره که چند بارم اینطور شد. به تدریج به اینجا رسیدن که از خیر این ایجاد شور و شوق انتخاباتی بگذرن، میترسن که نتونن کنترل کنن و این نیمه رقابتی را که بین جناح‌های مختلف بود از میان ببرن. این کارم کردن. در این دوره دلخواه آقای خامنه اینه که چینشی از مجلس مثل مجلس قبل داشته باشه، یعنی عده کمی از اصلاح طلبان بی اثر مثلا مثل آقای پادرش یا کسان دیگه که در طول دوره نمایندگی بیش از چند بار صحبت نکردم به عنوان اصلاح طلب نمایشی وجود داشته باشم، بقیه ترکیبی باشه که در هر تصمیمی علاوه بر اینکه مطیع رهبریان اگر عده‌ای هم خواستن در مواردی مخالفت کنن اکثریت رو نتونن به دست بیارن. چنین چینشی در حقیقت عمدتا به دست شورای نگهبان انجام میشه و شورای نگهبان ترکیب کسانی را که به قول خودش صلاحیتشون رو احراز میکنه طوری انتخاب میکنه که مردم هر نوع رأی بدن بدون احتیاج به دخالت در صندوق های آرا این چینش کم و بیش انجام بشه، یعنی عده کمی از اصلاح طلبان رو پذیرفته، اصلاح طلبان رده سوم در حقیقت، نه معروفین نه اونهایی که کمتر معروفن بلکه اونهایی که اصولا ناشناسن و بودن و نبودن چون یکیه، و از جنان اصولگرا هم اونهایی رو که فکر میکرده ممکن است که فرکسیون هایی رو تشکیل بدن که در حقیقت به سپاه یا نیروهای دیگر طوری نزدیک بشن که مجموعه قدرت بزرگی داشته باشن و بتوانن سیاست هایی رو علی رغم میل رهبری حداقل با ایجاد جبسازی پیش ببرن، اونها رو هم تعدیل کرده. بنابراین مجلسی میخوان درست مثل مجلس قبلی مطیع فرمان آقای خامنه ای و با چینشی مطابق بود. اصلاح طلبا دلیل این که اعتراض نمی کنند این است که فکر می کنند که از اون مرحله گذشته و اعتراضشون باعث میشه که هم اینهایی هم که وجود دارن از مجلس حذف بشن، و البته انتخابات در بین اصلاح طلبا یا اصولگراها به معنای که بنده و شما از انتخابات منصفانه و آزاد داریم بر نمی گرده. اونها نوعی تقسیم قدرت سیاسی رو می بینن که درست است با توافق رهبریه، ولی در این حال با ایجاد جو و فعالیت های رسانه‌ای میشه مقدار اون رو تحت تاثیر قرار داد. توقعشون از انتخابات این نیست که نماینده واقعی مردم باشن، توقعشون این است که در چنین نظامی یک سر از قدرت حذف نشد. بنابراین این صحبت که شما میفرمایید واقعا در سطح کلی چنین مجلسی فقط یک مجلس برای نمایش در محافل بین المللی است و به اون عنوان مجمع نمایندگان مردم رو به هیچ وجه نمیشه. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. سفر آقای روحانی به فرانسه و ایتالیا، سفر همین امروز آقای طی بسیار ساعت گذشته آقای ظریف به انگلیس، مژده به اصطلاح باز شدن کنسولگری انگلیس در ایران طی دو هفته آینده و دادن روادید به کسانی که میخوان به ایران به انگلیس برن و برگردن به حذف اون مانعی که اون وسط بود یا اون واسطه‌ای که وسط بود، مسئله اون چه که داره میگذره بین ایران و عربستان سعودی و باز در واقع دانه شاخه زیتونی رو که آقای ظریف در صحبتاش نشون داد که ما اگر قرار بشه با اگر سعودی ها قبول بکنن ما همین فردا یا همین الان گوشی رو بر میداریم و باشون ارتباطمون رو برقرار میکنیم و اینکه ما هرگز قطع رابطه نکردیم با ایران و کاری رو که با عربستان سعودی و کاری رو که عربستان سعودی کرده کمی عجولانه بوده
در حالی که ما شاهد بودیم که در حمله به سفارت انگلیس و سایر مسائلی که پیش آمد ما معذرت خواستیم و کار اشتباهی بود، این اتفاقات افتاده، ولی خب ببخشید سفارت، منظورم سفارت عربستان سعودی هست و این موضوع رو باید سعودی ها پا پیش بگذارن. راجب تمام این مسائل چگونه میتونید ببینید این سیاست کلی رو، و از همه مهمتر در ایران تندروهایی رو که در ایران داریم به چه صورت دارن مقابله میکنن با اقداماتی رو که روحانی و ظریف دارن انجام میدن؟ خب سوالات متعددی مطرح کردید که باید یکی بگم. اون چه در بین ایران و اروپا میگذره در حقیقت ترجیح اول این و تیمش بوده که پس از توافق با امریکایی‌ها ابتدا روابط اقتصادی رو با اروپایی‌ها شروع کنن و بعد از اون که جامعه عادت کرد یا تندروها عادت کردن به این مسیر، به تدریج با آمریکاییام پیش برن. و از طرف آمریکا هم همینطور، البته آمریکاییام عجله‌ای در شروع داد و ستدهای اقتصادی ندارن و اول میخوان که در صحنه سیاسی با ایران به تعادل برسن. بنابراین اروپایی‌ها هم از همین طرز فکر استقبال کردن، برای اینکه فکر میکنن حضورشون در ایران یک جناحی رو از حکومت چنان با اونها عجین خواهد کرد که در حقیقت از یک سو اتحاد استراتژیکی که به تدریج بین ایران و روسیه داشت انجام میشد و ابعاد اقتصادی بزرگی هم داشت تعدیل میشه، از طرف دیگه در روابط دیپلماتیک هم اثر فوق‌العاده‌ای میگذاره و جناحی در حقیقت به غرب خیلی بیشتر میل خواهند کرد. این سیاست گام به گام داره پیش میده و اثرات شما میبینیم. ابتدا با خرید هواپیما و اقلام بزرگی شروع شده، ولی در همه ابعاد حتی همکاری های علمی و دانشگاهی هم در اروپا محسوسه و شروع شده. خب انگلستان سفارتش و سفارت ایران در لندن به زودی ویزا خواهند داد به اتباع ایرانی یا اتباع خارجی در لندن برعکس، و به این ترتیب روابط دیپلماتیک هم با کشورهای اروپایی که مثل لندن قطع شده بود به تدریج داره عادی میشه. اما خب در صحنه دیگر تندروها هستن که سعی میکنن تا اونجایی که میتونن و قدرت مقابله دارن بازی رو به هم بزنن. هر کاری از دستشون آمده در این دوره کردن، از گرفتن تفنگداران آمریکایی در دریا تا نمیدونم توقیف خبرنگار ایرانی بی بی سی، یا از هر جهتی که بشود کاری کرد در خاورمیانه که بر علیه نزدیکی ایران با غرب باشه کوتاهی نکردن. ولی از اون طرف هم وضع فعلی حکومت ایران طوریست که این کارها اثر زیادی نداره و هم تمایل دنیا بر این است که ایرانی را که جمهوری اسلامی 37 سال از مناسبات بین المللی دور نگاه داشته بود از این انزوا خارج کنه. بنابراین به احتمال قوی به تدریج روابط ایران با اروپایی ها و سپس با آمریکایی ها عادی خواهد شد و روابط اقتصادی هم پیش خواهد داد. همین امر باعث شده که خب در منطقه در درجه اول عربستان سعودی، بعد ترکیه و بقیه کشورهای عربی نوعی احساس عدم اطمینان به سیاستهای آمریکا بکنن که این زمینه رو بر ایرانی که 37 سال منزوی بود و اونها امکان پیدا کرده بودند که در غیاب ایران منزوی تحت حکومت ولایت فقیه و روحانیون حاکم بتوانند به غرب و آمریکا بسیار نزدیک شوند نگران کرده، به خصوص که در سوریه جناح تندروتر ایران یعنی سپاه رهبری و نیروهای نزدیک به رهبری نزدیکی خودشون رو با
روسیه به شدت حفظ کردن، در جبهه سوریه با هم می جنگن، پیشرفت های محسوسی پیدا کردن و این نه تنها عربستان سعودی رو نگران کرده، بلکه ترکیه و آمریکا هم بسیار نسبت به این قضیه حساس هستن. مذاکرات ژنو متوقف شد درست به این خاطر که در جوی داشت مذاکره می شد که پیش دستی با روسیه و متحدینش بود و اکنون صحبت از این هست که ترکیه خودش را آماده میکنه که نیروی زمینی به سوریه بفرسته و عربستان هم اعلام آمادگی کرده که در این کار از طریق ترکیه او هم نیروهای زمینی خودش رو به سوریه بفرسته. البته این ممکن است یک تهدید برای شروع مذاکرات باشه، ولی اگر جدی شد جنگ های نیابتی به جنگ های تمام عیار تبدیل خواهند شد که در یک سو ایران و روسیه قرار دارند و در سوی دیگر ترکیه و عربستان سعودی و البته آمریکا و کشورهای غربی هم پشتیبانی استراتژیک از این متحدین خود رو خواهند کرد. بنابراین ارتقاء جنگ های منطقه‌ای به جنگ های تمام عیار خطرش وجود داره، هرچند که گمانه ها بر اینه که در این مرحله مذاکرات این اظهارات صرفا یک مانوری است برای اینکه پیش دستی روسیه و ایران رو که حلب را محاصره کردن و به تدریج دارن از دست نیروهای مانند جبهه النصره و داعش و بقیه تندروها در میارن، این پیش دستی را در حقیقت از اونها سلب بکنه. حالا بعد در چند روز آینده منتظر بود و دید که آیا چنین تهدیدی یک تهدید توخالی است برای پیش دستی در مذاکرات یا اینکه واقعا نشانه های از عملی شده اونها به چشم میکنه. آقای مهندس شریعت مداری، صحبتهایی که در مورد این اختلافات که وجود داره و کارشکنی هایی که در ایران میشه توسط تندروها، این رو یه نوع هرج و مرج نمیبینید در مقابل این که و صحبتهایی که آقای رفسنجانی کرده که به اون خواهیم پرداخت؟ من یکی از سوالات من خواهد بود از حضورتون و این که صحبتهای خیلی تندی رو که رفسنجانی کرده الان مورد تهدید شدید هست و این که عده‌ای معتقدن که او هنوز پایگاه محکمی داره، عده‌ای هم میگویند که ممکنه پا روی پوست خربوزه گذاشته باشه و به زودی بره همون جایی که بقیه مخالفین تراز اول، یعنی کسانی که در این انقلاب بالاترین سهم رو داشتن، به حبس خانگی افتادن و فعالیت‌هاشون متوقف شد، سرکوب شدن، ممکنه همچین سرنوشتی رو پیدا بکنه. این دوتا موضوع رو میخواستم راجبش صحبت بکنی. یکی، آیا هرج و مرج در ایران که یه همچی وضعی رو میبینیم و کنترلی نیست، یا اینکه تمام اینها باز بازی‌های سیاسی است که رژیم داره میکنه برای اینکه به نعل و به میخ بزنه و صحبتهایی رو که طی سالیان کرده عقب نشینی نکرده باشه؟ و یکی هم این مسئله دومی که خدمتتون عرض کردم، به گوش هستیم. بله، ببینید، هر جماعت که در عرض این 37 سال دائما بوده و چیزی که این نظام توانسته بکنه یک نوع مدیریت هرج و مرج و مدیریت بحران. در حقیقت این نظام اگر هرج و مرج نباشه از بین خواهد رفت و تبدیل به چیز دیگه خواهد شد. آقای خامنه‌ای به شدت مواظبه که نکنه یک روزی حکومت قانون برقرار بشه و کنترل کار از دستش در بره و گروهایی داره که دائما مشوق اوناست که هرج و مرج ایجاد کنن و اونها امتیاز میده تا هرج و مرج ایجاد. بنابراین هرج و مرج به معنی رایج کلمه همیشه در ایران بوده و باعث بقای اینها بوده. من و شما موقعی باید واقعا خوشحال بشیم که ببینیم دامنه هرج و مرج کم میشه یا برچیده میشه و حکومت قانون برقرار میشه. اون روز پایان عمر چیزی به عنوان انقلاب اسلامی است و آغاز حکومت قانونمدار معمولی است که ممکن است دیکتاتوری چه دموکراسی، ولی دیگه ربطی به انقلابی که 37 سال بی نظمیش ادامه داشت نخواهد داشت. در مورد سوال دومتون، خب آقای رفسنجانی هم نشان داده که حریف کمتوانی برای اینا نیست، به خاطر اینکه خب از به وجود آورندگان انقلاب بوده، نفوذ نسبتاً
خوبی در نهادهای حکومتی و نهادهای امنیتی داره و عده زیادی کسانی داره که هرچند خودشون رو علنی نمی کنن ولی نوعی هوای او رو دارن و با او همراهن و به خصوص که پس از اینکه عده‌ای در حکومت طرفدار برقراری رابطه با غرب شدن و رفسنجانی هم اونها رو تایید میکنه به تدریج دامنه این تمایل به نیروهای امنیتی و سپاه و چنین بخشهایی هم رسیده و نوعی سمپاتی نسبت به این سیاست در اونها به خصوص بخش پولدارشون که از رانت‌ها استفاده کردن و امروز آلاف و علوفی دارن و صنایع و تجارت ایران رو اداره میکنن و بانک های ایران رو اداره میکنن در اونها این تمایل ایجاد شده که رای که رفسنجانی و روحانی میرن اونها رو با قدرتتر و پولدارتر خواهد کرد. در مقابل اونها بخش های دیگه ای هستن که در وضعیت ضعیفتری هستن و میخواهن که اوضاع همونطور هرج و مرج باشه تا بتونن در آینده قدرت بگیرن. این دو جناح در مقابل هم هستن و بنابراین رفسنجانی حسبش آسان نیست و اگر هم عواقب کوتاه مدتش کم باشه عواقب طولانی مدتش برای آقای خامنه‌ای بسیار سنگین خواهد بود. بنابراین فکر نمی کنم که در صدد حذفش به این زودی برد. خیلی متشکرم آقای مهندس. در مورد سخنانی که امروز در امروز که جمعه هست ما شنیدیم در همین امامان جمعه مخالفتی که میکنن با خرید هواپیما و پیشنهاداتی که میکنن برای خرج پنج و خوشحالی رسانه‌های داخل ایران از اینکه دولت تونسته 50 میلیارد از پولایی رو که باید پس میگرفته پس گرفته و خلاصه این گونه مسائلی که الان پیش آمده و این صحبتایی که باز روی منبرها میشنویم اینا رو تا چه حد میتونید مؤثر بدونید و تا چه حد میتونه لطمه بزنه به ادامه این ارتباطاتی که ممکنه بین ایران و دنیای آزاد شروع بشه؟ ببینید وسیله پیشبرد چنین سیاست‌هایی داشتن مجلسی است که کارشکنی نکنه در آینده. مجلس فعلی تا کنون با وجود هیاهوی بسیار با کنترل آقای خامنه‌ای در حقیقت از یه حدی جلوتر نرفته و وجود لاریجانی هم در ریاست مجلس بسیار مؤثر بوده. مجلس آینده معلوم نیست چی بشه. اگر مجلس یک سره در دست افراطیون باشه آقای روحانی در وضع بسیار نامطلوبی قرار خواهد گرفت. ولی اگر افراد ناشناسی بیان که بعد از تشکیل مجلس با آقای روحانی، رفسنجانی و دیگران میل کنن یا حداقل تعادل نیرو در داخل مجلس طوری باشه که یک سره جلوی این برنامه ها بلوکه نشه و مانع تراشی نشه این کارها بیشتر پیش خواهد رفت. به هر صورت از این جور مخالفت ها دائم هست. ایشون هر کاری بکنه جناح مقابل خواهد گفت که چرا این کار رو کردی؟ اگر ایشون مثلا هواپیما نمی خرید و کارخانه می خرید می گفتن که چرا هواپیما نخریدیم و کارخونه خریدی؟ گفت کینه‌جو را بهانه بسیار است، جنگ قدرته و هر کدوم از اینا میکوشن که اون یکی رو سر جای خودش بشونه و بنابراین به این صحنه ها ملت عادت کردن و کاملا هم مردم میدونن که دعوا بر سر چیست. من فکر میکنم که این تمایل که بخشی از حکومت میخواد با غرب نزدیک بشه یک تغییر ساختاری در نظام ایرانه و با رفتن یا ماندن روحانی یا کس دیگر به طور اصولی فرق نخواهد کرد. نظام دو تیکه شده، تیکه‌ای طرفدار رابطه با غرب، عده دیگری میخوان همچنان با روسیه نزدیک باشند و این تفاوت همچنان فابرجا خواهد ماند هرچند که آقای روحانی تضعیف بشه یا تغییر بشه. متشکرم. مهندس شریعت‌مداری در مورد روسیه چند بار در بین صحبتاتون صحبت کردین. بار دیگر ما شاهد کارشکنی های شدید روسیه هستیم در این دفعه در صحنه بین المللی. لطمه هایی که به مملکت ما زدن، تاراجی که کردن و میکنن و پول های هنگفتی رو که برای اون نیروگاه گرفتن از ایران، اسلحه دارن میفروشن به ایران، موشک میفروشن به ایران،
تمام این کارا به یک سو، از سوی دیگر الان این بمباران های بی امان روسیه در شرایطی که قرار بود که این کنفرانس مربوط به صلح و گرد همایی این افراد به یه نتیجه برسه، صرفاً و صرفاً به خاطر این بمباران ها به تعویق افتاد و در نتیجه این بمباران ها در خبرها هست 15,000 نفر به تعداد آوارگان اضافه شد. چیه نظرتون؟ واقعا روسیه اینجا چه نقشی رو داره بازی میکنه؟ و در این رابطه باید این رو هم حتما بهش اشاره بفرمایید که ایران در واقع به حاشیه رفته در رابطه با سوریه و مسائلی که باز آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که علنا میگه که بله ما در سوریه داریم میجنگیم برای حفظ مراکز اسلامی یا تشیع که داریم، آرامگاه حضرت زینب و غیر و ذالک. اینها رو میخواستم توضیح بفرمایید راجبش. میبخشید که سوالات من طولانی میشه و چند تکه، ولی از فرصتی که دارم میخوام حد اکثر استفاده رو بکنم. میفرمایید. ببینید، بحران سوریه ابتدا یک بحران منطقه‌ای بود، ولی به طور حلزونی و مارپیچوار به یک بحران بین‌المللی هم تبدیل شد. این کار به خصوص موقعی شد که ایران توانست روسیه رو تشویق کنه، یا روسیه هم آماده بود با ایران هم نظری کرد و وارد این نبرد شد. اکنون در دو شکل دو رقابت بود داره. یکی رقابت منطقه‌ای ایران با عربستان سعودی و حضور تاوری به ترکیه، و دیگری رقابتی است که روسیه با آمریکا و غرب داره. اینها به نوعی در هم تنیده است. روسیه هدفش از نگه داشتن اسد بر سر قدرت این هست که امروز دخالت نظامی روسیه‌ای که از اون طرف دنیا آمده و در سوریه دخالت میکنه، ظاهراً طبق درخواست رئیس یک حکومتی است که هنوز خلع نشده، و بنابراین از لحاظ قوانین بین المللی ممکن است محل ایراد باشه، ولی نمیتوان اون رو یک سر محکوم کرد. اگر حافظ اسد از قدرت کنار بره، جانشین او یا حزب حاکم بعد از او ممکن است چنین خواستی را نه از ایران و نه از روسیه نداشته باشه، و بنابراین سازمان ملل اصولا این دخالت ایران و روسیه رو به عنوان یک تجاوز به خاک غیر تلقی بکنه و یا محکومش بکنه، یا در مقابل اون محاصره های اقتصادی جدیدی بتونه بحث کنه. بنابراین معلومه که اصرار روسیه نه تنها برای حفظ یک متحد قوی در منطقه است، بلکه به خاطر این موضوع هست که در منطقه دخالت بکنه. دخالت روسیه از این بابته که از یک طرف مایچه های دستش رو نشان میده با آمریکا و قدرتش رو ثابت میکنه در منطقه، از سوی دیگه آخرین پایگاهی رو که در این منطقه داره اگر روسیه از دست بده، دیگه در هیچ جای دنیا، در هیچ جای خاورمیانه ببخشید، پایگاهی نخواهد داشت، و بنابراین به جد میکنه که این پایگاه رو در سواحل لازقیه همچنان حفظ بکنه. بنابراین این بمباران ها در حقیقت به خاطر پیش دستی است که در صحنه مذاکرات با گرفتن حلب ممکنه به دستشون بیاد. اونا به جد میکوشن که در خلال مذاکرات حلب رو بگیرن، و این کار خیلی حیاتی است. طرف مقابل هم میخواد نگذاره. البته شرط این که در خلال مذاکرات همه آتش بس بدن و هیچ کسی هیچ حمله نکنه، نه تنها از طرف روسیه و ایران عملا پذیرفته نشد، جناح‌های مخالف هم این کار رو قبول نکردن. یعنی هیچ کدام از نیروهای مسلحی که در اونجا می جنگن قبول نکردن که در خلال مذاکرات ابتدا آتش بس موقت بدن، بعد پای مذاکرات بشینن، و همه در رقابت هم اونجا تا ببینن از این مذاکرات چی در میاد. در صورت که معمول مذاکرات بین المللی آتش بس ابتدایی است، ولی متاسفانه در این مورد اون هم عملی نشده. بنابراین من فکر میکنم که روسیه در صدده که کسب امتیاز کنه، و به این دلیل
فقط در کنفرانسی شرکت میکنه که بتواند این امتیازات رو داشته باشه و این مذاکرات هم تعطیل میشه مادامی که چنین تعادلی برقرار نشه. برای اینکه عرب و عربستان و ترکیه هم حاضر نیستن چنین امتیازات رو یک سره به روسیه بدن. ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. در مورد آقای پوتین و در مورد همین اقداماتی که کرده و داره میکنه، باز مسئله به یه جایی رسیده که این بنبستی که ایجاد شده ممکنه که به نتیجه نرسه و همونطور که عرض کردم یه تعداد زیادی به آوارگان اضافه شده تو این مسئله. برخورد صدر اعظم آلمان با آوارگان که الان واسه به صورت یه معضل در اومده و در آلمان که شما تشریف دارید عده زیادی مخالف روشی که او پیش گرفته هستند، الان شرایط رو به چه صورت میبینید با توجه به مشکلات زیادی که پیش آمده و البته یه خبر خوش که 10 میلیارد دلار قرار شده کشورهایی که مثل که 70 کشور شرکت کردن در این کنفرانسی که بود و قبول کردن که 10 میلیارد دلار پول بدن برای کمک، که البته باز عده‌ای معتقدن که این کمک مالی کار رو به جایی نمیبره، انعکاسش در آلمان به چه صورت بوده؟ بله ببینید، در آلمان سعی میکنن اروپا و به خصوص آلمان که از اهرم مذاکره با روسیه برای یک نوعی کنار آمدن در منطقه استفاده کنن، یعنی آوانس هایی بدن در مقابل تحریم هایی که کرده بودن، تحریم ها رو معامله کنن، کمتر کنن، در مقابل روسیه هم شرکت در مذاکرات و به دست آمدن یک توافق همه جانبه رو بپذیره. ولی اهرم هایی که در دست دارن خیلی محدوده، به خاطر اینکه در عین حال آلمان به گاز روسیه شدیداً وابسته است و سطح خصومت سیاسی رو به جایی نمیبره که خود به خود این گاز گردشش دچار اختلال بشه. بنابراین سیل آوارگان همچنان میان، کشورهای اروپایی به تدریج مقررات بسیار سختی برای ورود این پناهجویان جدید وضع کردن و اونها روز به روز شرایطشون دشوارتر میشه. کمک های مالی البته خوبه، ولی تجربه نشان میدهد که معمولا همه این وعده هایی که در جلسات برای نمایش داده میشه عملا حداقل به موقع اجرا نمیشه. زمستان، سختی زمستان در پیشه و همه منتظرن که این وعده ها به جایی برسه، برای اینکه هزاران هزار کودک آواره و زنها و بچه ها وجود دارن و در معرض تلفن و این کمک های انسانی بسیار به جا خواهد بود اگر برسه. ولی حتی اگر برسه و جنگ ادامه داشته باشه، فقط مسائل رو مقطعی و به طور جزئی حل خواهد کرد، برای اینکه باز هم سیل پناهندگان جاری خواهد بود. همین امروز خبر دادم که از حلب سیل انسان‌هایی که در حال گریزن به سمت ترکیه روانه بودن و به مرزهای ترکیه رسیدن و البته این کار دائما ادامه خواهد داشت. بنابراین باید فکر اصولی بشه و تنها راهش رسیدن به یک صلح سریع از طریق مذاکرات دیپلماتیک است، چیزی که در حقیقت حصول با آن متاسفانه خیلی در دسترس دیده نمی‌شود. متشکرم. آقای مهندس شریعت مداری، بعد از 7 سال آقای اوباما پریروز رفت به یک مسجد مسلمانان در مریلند و صحبت‌های خیلی جالبی رو به زعم عده‌ای از تفسیر به اصطلاح تحلیلگران اجتماعی سیاسی مطرح کرد و یکی از جملاتی رو که گفت و یکی از چیزایی رو که مطرح کرد این بود که مسلمان یا امریکایی ما نداریم، ما مسلمان امریکایی داریم و نباید این دوتا رو از همدیگه تفکیک کرد و اشاره کرد که بزرگترین لطمه‌ای که میتونه بخوره، یکی از بزرگترین لطماتی که میتونه بخوره به امریکا این اسلام ستیزی بی منطقی است که در بعضی ها وجود داره، در حالی که ما در این کشور
تعداد زیادی مسلمان داریم، در ارتش داریم، در نیروی هوایی داریم، در نیروی دریایی داریم، در زمینه مسائل علمی و فنی داریم، و اینها کسانی هستند که جذب این مملکت شدن، امریکایی هستند و همون حقوقی رو باید داشته باشن که بقیه معتقدین به ادیان دیگه دارن، و دین رو نمیشه از جوامع مجزا کرد. اعتقادات دینی در جوامع مختلف ریشه های عمیق داره، و تصور این که ما یه عده بخوان این موضوع رو زیر حمله قرار بدن و یا انتقادهای بیجا بکنن، جز لطمه زدن به امریکا و حقوق بشر در امریکا و حقوقی که تمام شهروندان امریکایی داره، هیچ نتیجه به بار نمیاره و موجب خواهد شد که یه تعداد زیادی از اونهایی که تندرو هستن، اون اسلام گرایان تندرو و به اصطلاح سلفی ها و غیر ذالک، اونها دست بالا رو پیدا بکنن. چیه نظرتون؟ و البته اوباما گفته شد که به علت اینکه سالیان سال زیر حمله شدید عده‌ای بوده که مسلمان هست و او همواره این رو رد کرده، عده‌ای میگن علت تأخیرش برای حضور در این مسجد همین بوده، و هرچند که همین الان هم همین آقایونی که از طرف حزب جمهوری خواه داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، دارن به شدت نوعی اسلام ستیزی رو پیشه می کنند. بله، اوباما در ابتدای رئیس جمهوریش به قاهره رفت و اون به معروفش و خطاب به مسلمانان ایراد کرد، انجام داد که بسیار مورد در حقیقت توجه همه قرار گرفت، و اکنون هم در بازدید از این مسجد در حقیقت ادامه همون صحبت هاست. بر طبق قانون اساسی آمریکاست، مطابق با آزادی خواهی است که در آمریکاست و آزادی ادیان، و چیز عجیب و غریبی نیست. چیز عجیب و غریب در حقیقت روش مبارزاتی بعضی از احزاب کاندیداهای حزب جمهوری خواه هست که در حقیقت به این توجه نمی کنند که ممکن است چند درصدی از آرا به نفع اونها در انتخابات از طرف ناآگاه ترین مردم جذب بشه، ولی لطمه ای که به منافع آمریکا میزنه بسیار زیاده. به این معنی که از یک سو گروه های تکفیری یارگیری خودشون رو از بین مسلمانان خشمگینی انجام میدن که در چنین جوامعی مورد تبعیض قرار گرفتن یا موفق نبودن یا طرد شدن، و رویه انتخاباتی اینها افزودن به تعداد این افراد در حقیقت زمینه مساعدی برای یارگیری و سربازگیری گروه های تکفیری در آینده است. از سوی دیگر این افراد و این کاندیداها به هیچ وجه این رو در نظر ندارند که آمریکا، اگر امروز آمریکای موفقی است، به خاطر این است که یک قدرت جذب نخبگان اجتماعی رو از سراسر دنیا داشته و بسیاری از نخبگان ممالک اسلامی جذب آمریکا شده. با این سختگیری ها این قدرت آمریکا از خودش سلب خواهد کرد و سرمایه انسانی در آینده سرازیر آمریکا نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم اوباما سیاست بسیار درستی داره، حرفای متینی زده، مطابق قانون اساسی آمریکاست و مطابق بشره، و فکرم میکنم که اکثریت مردم آمریکا هم این نوع صحبت ها رو بیشتر میپسندن تا صحبت های رادیکالی که ادهی در حزب جمهوری خواه میکنن. نظرسنجی هم گویا همین رو تا کنون بشون. با سپاس فراوان از شما، از ازتون خداحافظی میکنم، شب بخیر میگم. از همه بینندگانی که لطف کردید با ما بودید تشکر میکنم، و آخرین و نه کمترین از آقای سپهر که مثل همیشه کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشتن. آقای مهندس شب شما بخیر، بینندگان عزیز شب شما بخیر. تا فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.